با مقصد بهتر نمودن فعالیت تشکیلات جمعیتی زرشیدبانو و فراهم آوردن شرایط برای به توانبخشی فرا گرفتن کودکان امکانیت محدود داشته، بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بنای تشکیلات مذکور و مرکز بودوباش پرستو از تعمیر اساسی برآورده شد. متاسفانه سالهای اخیر مرکز ما تعمیر طلب شده بود و ما توانستیم که با دستگیری اگنتی حفظ اجتماعی، با دستگیری شریکان رشد، صاحب کاران، مرکز را از تعمیر کپیتالی براریم و امروز شما شاهد آن هستید که در مرکز علاقه فعالیت ها آغاز گردیدن و همه این در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان می باشد. مرکز مذکور در شهر کلوب سالهاست که به توانبخشی کودکان امکانیت محدود داشته مشغول می باشد و سال 2009 فعالیت خیش را در بینای مذکور ادامه داده استاده است. بعد تعمیر اساسی وضعی اتاقهای کاری، حجره های توانبخشی، آشخانه و دیگر اتاقهای کسب آموزی خیلی خوب گردیده است. مهمانان از هنرهای دستی کودکان معیوب و والدین آنها دیدن کردند. اطلاع داده شد که عین زمان در مرکز برای این قشر جامعه آموزش هنرهای دو زندگی و بافندگی و تعلیم کامپیوتری براه مانده شده است. این مرکز توانسته است که برتریت های خود را در جامعه نشان دهد. مثلا امروز 11 نفر کودکان بار اول به مکتب روان کرده می شوند در عرفه روز دانش و اونا از همین مرکز توانبخشی گرفتند و امروز امکانیت دارند که با مکتب وارد شوند. گذشته از این یک نفر توانبخش که در همین مرکز شفا یافت، امروز دانشگاه ملی تاجیکستان به حیث دانشجو با دانش خود توانست که وارد شود، امتحان سپارد، از سنجش گذرد و باعث افتخار است. فقط در سال 2020 در مرکز مذکور با 187 کودک معیوب توانبخشی کرده شده است. کودکان در نزد مهمانان برنامه فرهنگی تحت شعار ما کودکان دوران صاحب استقلالیم عبارت از سرودها در وصف وطن، مادر، تاجیکستان و رقص ها برآمد نمودند. شیرینجان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلاب برای برنامه نوید.